بسم الله الرحمن الرحیم. محصلین عزیز و گرامی، خوش آمدین به مضمون ویدیوهای درسی مضمون محاسبه مالی دوم. طوری که شما مشاهده میکنین، ما تمام مشخصات و معرفی کردیم در چیز در ویدیو شما میبینین. ما خوشحال هستم که با شما هم کلام هستم و محاسبه مالی دو را و خیر درسایش را آغاز میکنیم. البته یک سری سلسله ویدیوهای پیهم که میآید مضمون محاسبه مالی دو را ما در نظر داریم که ارائه کرده و خدمت شما تقدیم کنیم. امید است که مفید واقع شود و شما بتوانید از این درس ها استفاده کنید. همونطور که میفهمین، محاسبه مالی دوم است یا فاینانشال اکاونتینگ دو، و فاینانشال اکاونتینگ یک و یا به عبارت دیگر محاسبه مالی یک را شما در سمستر اول خواندین و موضوعاتش را بیان مطالعه کردین، از قبیل از اینکه محاسبه چند نوع است و خود محاسبه چیست، استانداردهای محاسبه چیست و محاسبه وقتی که معاملات تجارتی اتفاق میفته در محاسبه، شما باید دارین که محاسبه چطور در محاسبه چطور رو ثبت میکنیم، یعنی درج جورنال میکنیم، درج لیجر میکنیم، از لیجر به مثلا به بیلانس آزمایشی میسازیم، از بیلانس آزمایشی یا تریل بیلانس بعد امو راپورهای مالی جور میشه، مثلا صورت حساب مفاد و ضرر و بیلانس شیت و یا کش فلو استیتمنت یا صورت حساب جریانات نقده و اینا. این موضوعاتی بود که شما در سمستر اول در محاسبه مالی یک خواندین و همچنین در محاسبه مالی یک شما در فصل دوم یا فصل سوم شما موضوعاتی مثل ریپرسیشن یا فرسایش را خواندین که خودی فرسایش انواع مختلف داشت و این را چطور ثبت نکردین به شکل دیبت و کردیت، و همچنین در بخش آخر شما معاملات تعدیلی را خواندین. معاملات تعدیلی برای معنی که وقتی که کل معاملات ثبت شد در جورنال لیجر و بیلانس آزمایشی اینا رسید، در آخر سال مالی شما باید این معاملات را تعدیل کنید. این یک سلسله معاملات یا اتفاق میفته که اونا از نگاه زمانی ممکن است متفاوت باشد، از نگاه نیچر یا طبیعت خود ممکن است متفاوت باشد و اونا نیاز به تعدیل و اصلاحات دارند و او را باز که تعدیل کردین، بعد از تعدیل شما بیلانس شیت تعدیل شده را یا مثلا حساب مفاد ضرر تعدیل شده را شما دارید. اینا موضوعاتی بود که شما در محاسبه مالی یک خواندین. در این ویدیو اول ما هم کوشش میکنیم که اینمیا را به یک شکل بسیار مختصر خدمت شما ارائه کنیم، بعد بخیر در ویدیوی بعدی یا در آخر زمین ویدیو ما روی موضوعات اصلی خود که محاسبه مالی دوم است آغاز میشه، بخیر درسهای خود را پیش ببریم. خب همونطور که گفت آمدیم، محاسبه مالی را در انگلیسی میگه Financial Accounting. Financial Financial Accounting یا محاسبه مالی دوم. محاسبه مالی دوم، پیش از اینکه در ما در مورد محاسبه مالی دوم حرف بزنیم، ما بررسی کلی محاسبه مالی یا فاینانشال اکاونتینگ و انواع محاسبه را ما بیان میکنیم. اما در که در جریان قرار دارین، در سمستر اول در محاسبه مالی یک ما شما در محاسبه را بس چند بخش تقسیم بندی کرده بودیم. از او جمله گفتیم که محاسبه مالی هست، سنجش مصاریف هست و محاسبه مدیریتی هست و یا محاسبه دولتی هست، محاسبه مثلا بانکی هست و انواع محاسبه را ما شما تقسیم بندی کردیم. ولی به شکل استاندارد یا جهانیش که مطرح هست، ما فعلا محاسبه را ما به سه بخش تقسیم بندی میکنیم. یعنی محاسبه را ما به چند بخش، به شکل کلی به سه بخش تقسیم بندی کرده میتونیم. یکی فاینانشال اکاونتینگ است که ما شما داریم، فاینانشال اکاونتینگ.
فینانشل اکاونتینگ و بخش دوم کاست اکاونتینگ است. کاست اکاونتینگ و بخش سوم که در جریان هستین منیجریال اکاونتینگ یا منیجمنت اکاونتینگ هم برای شی میگه منیجریال اکاونتینگ. اکاونتینگ اینا به شکل استاندارد در جهانی هست، خوب است که به زبان فارسی هم نوشته کنیم. محاسبه مالی اولیشی، محاسبه کاست اکاونتینگ را در فارسی ما شما به نام سنجش مصارف یاد میکنیم، سنجش مصارف. و منیجریال اکاونتینگ محاسبه مدیریتی هست، محاسبه مدیریتی. البته در شکل کلی ما همین سه بخش محاسبه را داریم، البته محاسبات دیگر هم که پیشتر بیان کردیم ازش نام بردیم اونا هم هست، مثل محاسبه دولتی، محاسبه بانکی و انواع محاسبات دیگر، اونا زیر مجموعه های از این محاسبات میره. ولی به هر حال همین سه شکل کلی محاسبه را ما شما داریم. بعد محاسبه مالی را در طبق کریکولم یا نصاب اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی که به شما آموزش داده میشه، ما محاسبه مالی را در اینجا به دو بخش تقسیم بندی کرده. البته این تقسیم بندی به این معنا نیست که در سطح جهانی هم میترسی، به خاطر آسانی موضوع، به خاطر از اینکه محصلین یا شاگردان بتونه به آسانی محاسبه را یاد بگیره، تقسیم بندی شده موضوعاتش به این بخش. این محاسبه مالی را به محاسبه مالی یک و محاسبه مالی دو تقسیم بندی کرده که یکش را شما خواندین و دومش را موضوع بحث این سمستر ما و شما هست که یعنی قرار داریم. و موضوع دوم کاست اکاونتینگ است یا بخش دوم محاسبه مالی که او به نام سنجش مصارف یاد میشه، یک مضمونی است که شما باز در سمسترهای بعدی را میخوانین. و منیجریال اکاونتینگ یا محاسبه مدیریتی این بخش است که البته طبق نصاب اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی بیشتر اینطور نیست که به شکل فیزیکی حذف شده، ولی موضوعاتش تقسیم بندی شده به محاسبه مالی دو و محاسبه سنجش مصارف. یعنی محاسب ما مضمونی برای محاسبه مدیریتی طبق کریکولم یا نصاب جدید تعلیمات اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی ما نداریم، ولی موضوع معناش این نیست که ما دیگه صرف نظر کنیم، معناش این است که موضوعات محاسبه مدیریتی تقسیم شده به سنجش مصارف و محاسبه مالی دو. البته محاسبه مالی یک که شما خواندیم اونها موضوعات بود که چطور معاملات درج ژورنال لیجر موضوعات از این قبیل بود میشد، و محاسبه مالی دو یک بخشش محاسبه مدیریتی داریش آمده و که در قسمت های تصمیم گیری و اینا هست داریش کار گرفته میشه، چون ما و شما میفهمیم که محاسبه مدیریتی بیشتر در قسمت تصمیم گیری های مدیریتی کاربرد داره. به او ترتیب در محاسبه مالی دو که مضمون ما و شما هست قسمتی از محاسبه مدیریتی آمده، و قسمت های دیگه که در سنجش مصارف آمده که یعنی مصارف تمام شد یک جنس سنجیده میشه یا محاسبه میشه، که یک جنس یا یک شی یا یک مثلا خدمتی که میخوای ارائه شوه این چند تمام میشه، قیمت تمام شد از او در سنجش مصارف، موضوع بحث سنجش مصارف است. اینالی این سنجش مصارف هم به خاطر تصمیم گیری های مدیریتی مهم است و در محاسبه مالی دو من به ترتیب. خب محاسبه مدیریتی عملا به یار دو تلفیق شده یا با هم شده که ما شما بیان کردیم. خب این به شکل خلاصه ما این موضوعات را گفتیم، فعلا به اینا کار نداریم به خاطر از اینکه این موضوعاتی بود که ما به شکل کلی محاسبه را به این سه بخش تقسیم بندی کردیم. ولی ما سنجش مصارف را گفتیم که شما در سمستر بعدی انشاءالله مضمونی دارین یا دو تا در دو سمستری را میخوانین، و محاسبه مالی را هم در دو سمستر میخوانین که یک سمستر خواندین آشنایی دارین با موضوعاتش، و سمستری که موش مو پیش روخ داریم بقیه موضوعاتی که باقی مونده ما در محاسبه مالی دوم درسش را ادامه میدیم. این بحث کلی ما بود. از این دو تا اگر ما خارج شویم بیاییم درسهای خود را متمرکز کنیم بیشتر روی محاسبه مالی. در محاسبه مالی هم ما ضرورت داریم به یک مرور بسیار گذرا و کوتاه به خاطر رسیدن به اهدافهای خود یا اهدافی که اهداف درسی که ما در قدم بعدی بهش ضرورت داریم و او را ازش کمک بگیریم. در محاسبه مالی
یک، ما شما گفتیم که طبق قانون محاسبه تمام معاملات یا حسابات در محاسبه به پنج بخش تقسیم بندی میشن. ما یکی مثلا دارایی ها داشتیم، یک حساباتی داریم به نام دارایی ها یا assets برایش میگه، درست؟ assets یا دارایی ها. بخش دیگه دیون ما داشتیم که liabilities بود، liabilities یا دیون. بخش سوم سرمایه بود یا همو کپیتال یا سرمایه. البته حسابات دیگر هم ما گفتیم پنج نوع حساب داریم و عواید داریم که میگه اینکم، و مصارف داریم که میشه اکسپنسز یا مصارف. یعنی یک، دو، سه، چهار، پنج. پنج قلم حسابات یا پنج نوع حسابات ما در محاسبه داریم که کلن محاسبه به اساس زمی استوار است و اینا هر کدامش از خود انواع دارد. یعنی ما در محاسبه از این پنج تا حسابات بیرون نیستیم و اینا کلش، اینی سه تا یک به نام حسابات دائمی ما شما گفته بودیم، به نام حسابات دائمی محاسبه، درست؟ حسابات دائمی محاسبه یا پرمننت اکاونت است. و این دو تای دیگه را هم که ما شما تقسیم بندی کرده بودیم یادتان مانده که به نام حسابات موقتی است یا تمپوراری اکاونت، حسابات موقتی. خب هنالی، این حسابات دائمی را به خاطر از این ما حسابات دائمی گفته بودیم که اینا در بلانشیت شرکت به شکل دائمی در حسابات باقی میمانه و از یک سال به سال دیگه در آخر سال تنظیم میشه. ولی حسابات موقتی را به خاطر حسابات موقتی گفته بودیم که اینا در آخر هر سال تسویه میشه، یعنی بسته میشه و نتیجهش در سرمایه میره در کپیتال. اگر مفاد کرده بودیم نتیجه از این مفاد و ضرر را نشان میده. اگر مفاد کرده بودیم سرمایه ما را اضافه میکنه و اگر ضرر کرده بودیم سرمایه ما را چی میکنه؟ کم میسازه. به این ترتیب اینا حساب پنج نوع حسابات بود که ما به شکل گذرا در موردش در سمستر قبلی شما بهش آشنایی دارین و ما در این سمستر هم البته به اینا ضرورت داریم، به خاطر از اینکه بدون از این حسابات ما نمیتونیم اکاونتینگ یا محاسبه را پیش ببریم. به او خاطر ما تاکید کردم ضرورتاً که اینا باید شما دوباره یک بار، اما اگر قرار است که درست فهمیده نشده یک بار دیگه بیاین روی ازیا بپیچین و تعریف های ازیا را باید یاد بگیرین و ما به خاطر از اینکه در ویدیوهای بعدی ما روی از این موضوعات بیشتر تمرکز میکنیم و ازیا استفاده میکنیم. خب به خاطر از اینکه حجم ویدیو بالا نرود دیگه ویدیو اولی را منجی خاتمه میتیم، مدامه درس های خود را در ویدیوی بعدی انشالله که البته قانون دیبیت و کریدیت و اینا هست در ویدیوی بعدی انشاءالله ما شما ادامه زور بیان خواهد کردیم. و من الله توفیق، روز و روزگارتان خوش. خداحافظ.